ضرورت حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی هوا همیشه این انگیزه رو به ما میده که راه حل‌هایی برای حل این معضل پیدا کنیم. خودروی هیبریدی یا همون خودروی دونیرو یکی از این راه حل‌هاست. نهمین همایش بین المللی موتورهای درانسوز و نفت داره برگزار میشه که در حاشیه‌اش یه نمایشگاهی هم برگزار شده. اومدیم غرفه ایپکو، جایی که موتورهای ملی رو تولید میکنن. سلام. سلام. درسته شما موتور ملی تولید میکنید؟ بله. اینا الان ملی هن؟ بله اینا موتور ملی هن. یعنی خودمون درست کردیم؟ طراحیش مالکیتش مال ماست. خب. و طراحیش در مرکز تحقیقات ایران خودرو یا همون ایپکو انجام شده. این موتور ملی اکوتوربو درسته؟ بله. این چیه؟ در موردش توضیح بدین. موتور اکوتوربو موتور 1400 سی سیه که در واقع یکی از شاخه های موتور ملیه. این برای ماشینی الان سواره یا نه؟ فعلا رو ماشین سوار نیست. اون دوتا چیه؟ این یکی رو اول بگیم. بله. این موتور دیزل هست، موتور دیزل ملی یا EFD. EF یعنی انجین فامیلی، که EF7 میشه انجین فامیلی 7 یعنی 1700 سی سی. این EFD هست. یعنی در واقع شاخه دیزل موتور ملی که یه موتور در واقع 1500 سی سی هست. دیزل یعنی گازوئیل می‌سوزونه. خب. می‌سوزونه 1000 و در واقع 500 سی سیه. و یک خودروی دونیرو داریم که روی رانو الان نصب شده تو مرکز تحقیقات ایران خودرو هم اینه؟ موجوده. نه اینجا نیاوردن. تو این نمایشگاه نیست. نمایشگاه چرا؟ نیست. چون دونیرو اینجا یه نیرو دارید فقط. نه میتونستیم اونم بیاریم. خب این یکی موتور هم برام توضیح میدین؟ این موتور 1700 سی سیه، در واقع پرخورانه، همون نسل دیگه ای از موتور ملیه که 150 اسب بخار یا 110 کیلووات قدرت داره. این از اون دو تای دیگه قوی تره. این از اون دو تای دیگه قوی تره. از EF7 هم قوی تره. از EF7 هم قوی تره. خب و هیچ کدومی سه تا نصب نیست روی هیچ موتور، روی هیچ ماشینی. یعنی الان مردم سوار این ماشینا نمیشن. سوار هیچ کدوم از اینا نمیشن، ولی این روی سورن نصب شده. خب. تمام آزمایشات صحه گزارش انجام شده و این خودرو آماده فروش هست. نقطه خوبی برای شروع این قسمت پازل بود. لااقل تصورم این بود که برای دیدن محصول جدید خودروی ملی باید منتظر مقدار تغییر جزئی تو اتاق و چراغای خودرو باشم. اما آقای مهندس افتحی تمام ذهنیت‌های من رو عوض کرد و منتظرم این موتورها به تولید انبوه برسه و تو انتخاب مدل گیج بشه. هرچند به بهانه دیدن موتور خودروی دونیرو به نمایشگاه رفتیم و دست خالی برگشتیم. اما خب دلیل نمیشه چشممون به جمال این خودرو تو مرکز ملی تحقیقات موتور روشن نشه. مهندس زاده رئیس این مرکز عمرش رو توی این راه گذاشته و حتما حرفای شنیدنی زیادی داره. الان جای شما خالی، اومدیم توی جاده مخصوص کرج کنار ایران خودرو، مرکز تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو، ایپکو. ایپکو درسته. خب در مورد موتورایی که اینجا تلاش کردین، روش کار کردین و ساختین، ما موتور ملی رو دیدیم، موتور توربو رو دیدیم، موتور دیزل رو دیدیم، یه توربوی کوچیک‌تر از 1400 هم دیدیم. یه خودروی دونیرو هم در موردش صحبت کردن، موتور خودروی دونیرو صحبت کردن که اونجا نبود تو نمایشگاه. بله. ندیدیم، اومدیم الان اینجا از شما خواهش کنیم به اون نشون بدیم. ببینید ما قبل از اینکه وارد بحث خودروی دونیرو بشیم، اون تجربیاتی که به هر حال از زمان تأسیس 18 ساله اینجا رخ داد، من خدمتتون بگم تنها مرکز و بزرگترین مرکز تحقیقات موتوری منطقه و بین کشورهای اسلامی رو شما امروز مشاهده میکنید. ما تا زمانی که اومدیم 1376 وارد این حوزه بشیم، جهان غرب بیش از 110 سال بود که دانشگاهاش رشته موتور داشت، حتی اوکراین، و بیش از 112 سال مراکز طراحی داشت. یعنی احداث مرکز طراحیش بیاد 112 سال بود و دائما هم از سمت دولت بودجه داشت کمک میشد. برای اون از موتور ملی بگید. رفتیم به سمت طراحی موتور ملی ایران که خانواده موتور ملی بود، 3 تا موتور بود. از ابتدا این دانش یواش یواش به مراتب به جایی رسید که وقتی موتور اومد
ما مهمترین موضوعی که یاد گرفتیم اینه، فرایند طراحی و توسعه محصول. این دانش ارزشش بسیار بسیار بالاست. فرق نمیکنه که این دانش در ارتباط با موتور استفاده بشه این فرایند، یا در ارتباط حتی با یک دونه خودکار. در مورد موتور دونیرو چی شد اصلا وارد این فضا شدیم؟ خب ما که 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله از تکنولوژی خودروسازی تو دنیا عقبیم. کاری که اونا 30 سال پیش شروع کردن و ما 3 سال پیش شروع کردیم، سب میکردیم. خب حالا تو دنیا به یه نتیجه میرسید، اونا تولید میکردن ما میخریدیم، اینجا ماشینای مدل بالاتری هم سوار میشدیم. شما نمیتوانید در آینده بسیار نزدیک خودروهای داخلی کشور که سعود بالایی داشته باشه یا باید جریمهشو بدی یا نمیتونی تولید کنی، یعنی در شاید 7-8-10 سال آینده متوقفش کنن. ما باید به جنبیم و سرعت و زمانی هم نداریم برای این موضوعات. رفتن به سمت خارج، آوردن فلان اینا، این به دردمون نمیخوره. ما یه شرکتی، یه مجموعه که موتور پای گازسوز میساختیم، برای چی یه دفعه ورود کردیم به عرصه موتور دونیرو؟ تصمیم گرفتیم موتور هیبریدی بسازیم. از حدود 3 سال پیش بود که بحث آلایندگی تو محیط تهران، حالا به عنوان پایتخت ایران، خیلی شدت گرفت. بر اساس اون این پروژه برای ایپکو تعریف شد. تصور قبلی این بود که خودروی برقی ماشین و سوسول خیلی و ملایم خیلی باید باش، لطیف برخورد کرد، نمیشه باش مسافرت رفت، بار زیاد و آدم نمیشه مسافر زیاد و اینا نمیشه باش جا بجا کرد. این در واقع این تفکرات تو دنیا دیگه الان تموم شده. یعنی خودروی الکتریکی که به دلیل اینکه میگین خودروی لوکسی بوده قبلا و استفاده عموم نشه، باتری بوده، الان پیمایش باتری داریم با یک بار شارژ شما میتونید 500 کیلومتر پیمایش کنید. این برای یه بار شارژ کردن این باتری چقدر مصرف سوخت داره؟ چیزی که ما گرفتیم هلوش 1.4 تا 2.5، بستگی داره به اینکه چقدر مدت زمان شارژ باتری طول بکشه. تو 20 دقیقه مصرف سوختیه که مصرف میکنه در عرض همون 20 دقیقه. آقای مهندس درستکار، ما توی بخش طراحی خنک‌کاری هستیم. بخش طراحی خنک‌کاری چی کار انجام میده و اهمیت خنک‌کاری توی خودرو چقدره که بخش مجزایی برای طراحیش وجود داره؟ خدمتتون عرض کنم، چون که ما توی خودروی سیستم در واقع هیبریدی داریم کار میکنیم، مجبوریم که 3 تا سیستم مجزا براش انتخاب کنیم. چون که ما یه قسمت موتور احتراقی هست که دمایی که داره کار میکنه حدود 80 تا 110 درجه سانتیگراده، متفاوته با دمایی که باتری میخواد در واقع در اون کار کنه. بهترین شرایطی که باتری میتونه توش کار کنه همین دمای محیط، یعنی حدود 23 25 درجه. ما بعد این دما رو به در واقع براش تأمین کنیم که تا شرایط بهینه‌ای رو داشته باشه. از طرف دیگه سری تجهیزات خنک‌کاری هم در تجهیزات الکتریکی هم داریم. تجهیزات الکتریکی دمای کار کردش ماکسیمم حدود 80 درجه سانتیگراده و اون هم نمیتونه در کنار اینها قرار بگیره. ما مجبوریم 3 تا سیستم خنک‌کاری داشته باشیم. نمیتونیم یه سیستم خنک‌کاری داشته باشیم که همه اینا رو پاسخ بده. باید برای هر کدومش سیستم مجزا داشته باشیم. اونایی که با باتری کار میکنن خیلی باهاش آشنان. بحث در واقع ترمار رانوی، یعنی وقتی که شما مثل دومینو این از یه حدی که دما در واقع افزایش پیدا میکنه، دیگه شما نمیتونید به این راحتی جلوش رو بگیرید. این بحث ایمنیش. یه بحثی هم بحث عملکردشه که شما بهترین توان بتونید ازش بگیرید که به بیشترین پیمایش رو داشته باشید. این بود که ما اومدیم در واقع باتری رو با سیستم خنک‌کاری داخلی اتاق یکی انتخاب کردیم. بنابراین ما باید کمپرسوری رو انتخاب کنیم که اون کمپرسور بتونه هم اتاق خنک کنه هم باتری رو خنک کنه. قسمت پکیجینگ کلا جانمایی کلی قطعات درون خودرو هستش که ما انجام بدیم. یعنی شما با توجه به کانسپتی که داری، با توجه به قطعاتی که لازمه تا چیدمان بشه بغل هم تا یه خودرو مثل هیبرید ایجاد بشه، باید بتونی اینا رو یه جوری
جانمایش کنی، یعنی بغل هم بچینی، چیدمانش یه جوری باشه که داخل خودرو جا بشه، تعمیراتش راحت باشه، استفاده ازش راحت باشه، دسترسی هم بهش بله دسترسی داشته باشه با توجه به خودرویی که وجود داره دیگه، تا حتی امکان بهتر موقعیت رو باید براش در نظر بگیریم. این قطعات هر کدومش باید در جای خودش یه جایی ثابت بشن دیگه، در بهتر موقعیت، بهترین دسترسی باید در جای خودشون ثابت بشن، که این کار باید با توجه به طراحی براکت هایی که مثلا انجام میشه و موقعیت هایی که میخوایم برای عبور دست سیم و قطعات دیگه جانبی استفاده میشه رو باید در نظر بگیریم. ما آقای مهندس زکری اومدیم و الان کلکسیون شما این ماره موتور قطعه میکنید اینجا به عنوان کلکسیون نگه میدارید؟ نه، هدف از این قسمتی که شما دارید میبینید در واقع بنچمارکینگ یا الگوبرداری موتورهای احتراق داخلیه که ما تو مجموعه ایپکو جمع‌آوری کردیم از بهترین موتورهای روز دنیا. خب که بتونیم ایده ها یا اون تفکراتی که تو موتورهای مختلف یعنی تو شما دنیا از اونا تقلید نمیکنید؟ الگو میگیریم، الگو میگیریم، بعضی موقع ها الگو رو دریافت میکنیم، بهینه سازیش میکنیم بر اساس نیازمندی مشتری خودمون در داخل کشور استفاده میکنیم و بعضی موقع ایده های بهتری میدیم. مثلا اینجا شما موتورهای دیزل ما رو دارید میبینید، بعد حالا مثلا این الان دیزل ما رو شرکت کیاست که اینو ما کلن قبل اینکه پروژه دیزل رو شروع بکنیم شروع کردیم این موتور رو کلن بنچمارک کردن، الگو برداری کردن و اون و کجای این موتور توی موتور دیزل استفاده شده؟ اینجوری نمیتونیم بگیم. ما مثلا از یه قطعش مثلا فرض کنیم قطعه ای جی آرش هستش، الگو برداری کردیم که این قطعه مثلا آبخونک هستش تو برای اینکه یورو 4 رو مثلا ما بتونیم پاس بکنیم نیاز هست که سیستم ای جی آریمون آبخونک داشته باشه. این ایده رو ما حفظ کردیم تو طراحی موتور خودمون. آها و یعنی کمک 100 درصد نه، الگو برداری 100 درصد که بیایم عین همین رو توی موتور کار کنیم اصلا امکان نداره، امکان نداره که شما بتونید عیناً کپی برداری کنید، چون اصلا مشخصات موتور شما یه مشخصات دیگه است. نمیتونید همین قطعه رو بردارید تو موتور خودتون استفاده کنید، چون مشخصات موتور شما یه چیز دیگه است و شما یه نیازمندی‌های دیگه دارید. به نظر میاد اینجا همه انگیزه رقابت و پیشرفت دارن و سرمون هر طرف میچرخونیم به وفور متخصصین رو میبینیم که دوست دارن زودتر ایده ها و تلاشاشون تبدیل به محصول بشه. مهندس از کجا شروع میکنیم؟ میخوان کلیت آزمایش کارم خیلی عالی. از فهم این سالان که ملاحظه میفرمایین محل آزمایشگاه موتور ما هست که ما 10 تا سلول تست داریم، 10 تا اتاق آزمون. 10 تا اتاق آزمون داریم. بله. خب یعنی همزمان ما 10 تا موتور رو میتونیم مورد آزمون قرار بدیم. قدم بزنیم تو سالن مشکل نداره. و همونجوری که حالا همکارتونم دارن تصویر برداری میکنن، این اتاقای آزمون هر کدومشون بسته به اقتضای نوع آزمون مجهز هستن به انواع تجهیزات مورد نیاز. همشون یه شکل نیستن، متفاوت تست انجام میدن. بله. خب اینجا ما چندین نوع آزمون انجام میدیم، یه سریش آزمون های احتراقی هست، آزمون های نگاشت هست و آزمون های صحه گذاری موتور، و این موتور قابلیت دستیابی به اون اهداف تعیین شده رو داره یا نداره. خب این در واقع مرحله توسعه احتراق هست. بعد از اینکه مرحله توسعه احتراق تا حدودی پیشرفت کرد، مرحله صحه گذاری قطعات موتور در واقع مطرح میشه. با اینکه این مرکز تست توی شرایط سطح تهران قرار گرفته، ما میتونیم شرایط سطح دریا رو شبیه سازی بکنیم با دستگاه در واقع شبیه ساز فشار، دما و رطوبت. میتونیم شرایط مشابه کنار دریا رو شبیه سازی بکنیم. بریم جای دیگه هم ببینیم، اتاق دیگه هم ببینیم. حالا اگر تجهیزات هم خواستید. بله بله، مشکلی نداره. روشن. بله روشن. شما یه نقش اساسی داشتید توی این شکل گرفتن و تولید شدن این خودروی دونیرو، این موتور دونیرو. بله دقیقاً همین. یعنی ما کلاً موتور رو زیر و رو کردیم. اگه بخوام خیلی راحت صحبت بکنم، هم یه سری در واقع قطعات مربوط به در واقع سامانه احتراقیش رو تغییر دادیم، نگاشتش رو تغییر دادیم و روی اون صحه گذاری انجام دادیم و این رو دقیقاً مطابق کردیم با نیازمندی خودمون.
تفاوت عمده ای که موتوری که برای خودروی دونیرو استفاده میشه با موتورهای دیگه اینه که توی خودروی دونیرو اگر از طراحی مفهومی سری استفاده کرده باشیم که احتمالاً همکارای من توی طراحی خدمتتون توضیح دادن، اینجا ما دستمون باز میشه که موتور رو دیگه نیاز نداریم که توی رنج وسیعی از محدوده دور و بار کار بکنه. بنابراین میتونیم توی ناحیه مشخصی که میخوایم متمرکز شیم روی اون به جهت کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، موتور رو توی اون ناحیه بهینه‌سازی روش انجام بدیم. و این کار رو ما روی این موتور انجام دادیم، بهینه‌سازیش انجام دادیم. شاید تصور خوبی از تولید خودروی ملی و رقابت با مدل‌های خارجی نداشته باشین، اما وقتی پای صحبت متخصصان و طراحای داخلی میشینی و حرفاشون رو میشنوی، به فردای صنعت خودرو امیدوارتر میشی. بحث باتری یکی از بزرگترین بحران‌هایی هستش که دنیا باهاش درگیره برای رفتن به سمت جایگزینی سوخت برق به جای خودرو فسیلی. خب به هر حال باتری حرف اول رو میزنه. دو، سیستم هوشمند کنترل الکترونیکی باز دو مرتبه حرف اول رو داره تو اینجا میزنه. بقیه‌اش دیگه بدنه هستش که بدنه و با به هر حال کفیشون که حالا پلتفرم هستش باید سبک‌تر بشه. یعنی ما مطمئن هستیم که اگر این کاری که الان تو ایران انجام شد، این همت 3 ساله‌ای که گذاشته شد با کمک خود دولت‌ها انجام شد، اگر به سمت تولید نبرن حتما باید برن واردات بکنن که وارداتش هم شروع شده. یعنی خود سوم ما الان با باتری ایرانی داره کار میکنه. خب این ارزشمنده، با نگاشت ایرانی کار میکنه، با ECU ایرانی کار میکنه، هم کاهش مصرف سوخت داره، هم کاهش آلایندگی داره، هم قابلیت مصرف داره، هم اشتغال زایی داره، هم یه تکنولوژی نو هستش، هم یه فناوری آینده هستش، هم یه فناوری بر از این فناوری و درآمدش میشه فناوری دیگه ساخت، حتی میشه فناوری نوظهور از توش بیرون آورد. ما بتوانیم باتری رو سبک‌تر کنیم، کوچکتر کنیم، ببخشید جهان داره همین کارو میکنه. ما در یک جایی عقبه نداشتیم تو باتری، بهش رسیدیم. الان یه سری از بچهای دانشگاه، یه سری از اساتید، یه سری از مراکز طراحی، یک سری از اینا که دغدغه این کارو دارن وارد این حوزه آماده هستن بشن برای اینکه توی باتری با اون فاصله خیلی زیادی که داشتیم رو پر بکنن. ما خواهشمون این هستش که اگر کمک نکنند این متوقع، یعنی الان فقط باید جنبید که این فاصله به تولید برسه، این فاصله از بین بره. اینکه من نمیدونم الان با کی دارم صحبت میکنم، ولی شمایی که میدونی ای که دستت میرسد کاری بکن. واقعا این خودروی دونیرو موتورش ساخته شده، طراحی شده، مال خودمون شده، باتریش، همه چیش آماده است. یعنی شما کلیدو بزنید رفته تو بازار تجاری شده. یا علی بجنبید. اما از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. اینم خودروی هیبریدی یا همون خودروی دونیروی ملی. داشبوردش مثل داشبورد نه، کاپوتش مثل بقیه کاپوت ماشیناست. همون جا باید بدیم بالا. از کام خدمتتون، موتور احتراقی که گفتیم این در واقع همون موتور احتراق داخلی هستش که با یه جنراتور کوپل شده. تقریبا هم همون جاییه که تو ماشینا هست. بله، یعنی تقریبا سر جای خودش قرار گرفته. با این تفاوت که دیگه به پولوس یا چرخ بس نیستش، بلکه موتور الکتریکی به چرخ وصله که در واقع رانشمون با موتور الکتریکی انجام میشه. این قطعه ایه که برق دی سی باتری رو به ای سی تبدیل میکنه، برق 400 ولت باتری رو به برق 400 ولت ای سی تبدیل میکنه و به سر موتور الکتریکی میبره. یه اینورتر دیگه هم داریم که در واقع برق AC جنراتور رو به برق DC تبدیل میکنه برای شارژ باتری رو شارژ میکنه. یعنی خوب. این قطعه DC رو به AC تبدیل میکنه، این قطعه AC رو به DC تبدیل میکنه. موتور الکتریکی سر چرخ سواره. حالا تو این نما نمیشه دید، حالا شاید از زیر خودرو بشه کامل دید، چون پکیج ما، جانمایی ما زیر این قطعه در واقع جانمایی شده. قطعات دیگه که بخوام خدمتتون بگم، ما تو این خودرو 3 تا رادیاتور استفاده کردیم. چرا؟ یکیش که همون رادیاتور معمولیه که سر جای خودشه. بله، دقیقا رادیاتور خود موتور احتراق داخلی است. اما تو این خودروهای هیبرید ما 2 تا رادیاتور دیگه احتیاج داریم.
یکی رادیاتور باتری هستش و یکی هم با رادیاتور همین تجهیزات الکتریکی. این تجهیزات الکتریکی هم در واقع گرم میشن و بعد با آب خنک بشن. بنابراین ما باید باتری رو جوری سیستم گرمایش و سرمایشش رو طراحی میکردیم که هم تو اهواز جواب بده و هم تو درجه حرارت عدل. یعنی مجبور نباشیم این ماشین رو هی باز طراحی کنیم برای مناطق مختلف بله. کشورمون. یه ماشینی که تو کل اقلیم ایران همه بتونن سوارش بشن. بله. صندوق هم میتونیم ببینیم؟ بله بله. این در واقع باتری که توسط یه شرکت ایرانی در واقع توسعه پیدا کرده و ما تونستیم داخلی سازی بکنیم در طی این پروژه. باتریش هم ایرانیه. بله. و دو تا قطعه دیگه روی این باتری سوار شدن. یک قطعه اینورتر AC کمپرسوره. در واقع کمپرسور کولر ما اینجا برای اینکه آب باتری رو بتونیم خنک بکنیم، یه کمپرسور بزرگتری نسبت به خودروهای معمولی که هم بتونیم سیستم اچ‌وک داخل اتاق و همین که بتونیم آب باتری رو خنک نگه داریم که همون که گفتم تو اهواز ما مشکل پیدا نکنیم تو جایی که درجه حرارت تا 50 درجه هم میرسه. این جای پلاگ اتصال برقه که برق شهری وصل میشه، اون سمتش رو شما به سویچ برق میزنید و با اون سیم این کابل خاص میخواست دیگه. کابل خاصی سمتش در واقع به برق شهری میخوره و این سمت کابلش برای این کانکتور طراحی شده. امیدوارم هر چه زودتر این خودرو به مرحله تولید انبوه برسه و تجاری سازی بشه. حالا دیگه نوبت سواری با این خودروی سبز و دوست داره محیط زیست رسیده. بازم نمیریم کلا. همونطوری که نه یه دفعه میریم. فکر کردم همونطوری که فکر میکنیم خاموشه فکرام میکنیم داریم میریم نمیریم ولی بعد عرض کنم خدمت تفاوت‌های ایوی نرمال و رکسو میگفتین که الان رو نرمال داریم حرکت می‌کنیم. الان طولت نرماله، یعنی اگه سطح SOC یا شارژ باتری به حدود 50 به حدود 50 درصد بله برسه، اتوماتیک موتور احتراق داخلی ما روشن میشه که الان باتری فول شارژ بله. 100 درصد که بنابراین الان احتیاج نداره. نمایشگر همیشه فعاله بله. همه سطح شارژ باتری رو نشون میده همیشه و زمان مود رکس زمانی که در واقع شارژ باتری به حدود 70 درصد میرسه روشن میشه که بیشتر برای جاهایی هست که لود زیادی از خودرو ما میکشیم، مثلا جاده شمال که هم به اصطلاح سراشیبی سرازیری های متفاوت داره که لود زیادی از باتری میکشه و حالت نرمال حالتی که مثلا اینجا میخوام یه مسافرت طولانی مدت مثلا از اینجا تا مشهد رو داشته باشیم که یه جاده در واقع هموار رو داریم ما که میخوایم تحت سرعت بریم، اون مودو ما میتونیم استفاده بکنیم. تو دنیا برای اینکه همین که این خودرو هیچ صدایی ندارن یه سری تجهیزاتی میذارن برای ایجاد صدا، برای اینکه اون نفری که پیاده داره حرکت میکنه توی سطح حالا به اصطلاح خیابون متوجه حرکت این خودروها بشه. یعنی ما عادت داریم که صدایی بشنویم بله، متوجه بله. بشیم ماشین داره به اون نزدیک میشه، این ماشین صدا نداره، صدا براش میذارن. چجوری اون صدا رو؟ اون صدا رو بیرون به اصطلاح تو همون قسمت به اصطلاح دم کنار موتور تعبیه میکنن که به اصطلاح یه صدای ایجاد میکنن که به اصطلاح مثلا این بشه. ماشین روشن. بله بله دقیقاً. خیلی خوب. من اینجا الان میتونم با شما جابجا بشم بله، برگشتن بله، الان بله، بله. اگر الان به جایی بخوریم کی باید چقدر خسارت بده؟ حواست باشه به خسی. در حد حذف خدای نکرده پلنگ مازندران باید خسارت بدیم اگر که. اما من زدم دیا. آره درا. عقب میره پس. نه گاز بدین، گاز بدین. فکر که گاز. میخوام یواش یواش دستم. آره نه درسته. نه جهیم یه دفعه. درسته. نرم نرمک میخوام برم. این خودو به درد اتوبان خیلی میخوره، یعنی گیریاش و سرعتش خیلی عالیه بخاطر اینکه موتور الکتریکی ویژگیش اینه. حالا اینجا آر شد که این ریه عقب می‌ریم. فرمونم که هیدرولیکو فرمون برقیه. این تو این خودرو هر چی که شما فکر بکنید برقیه، فرمونم الان برقیه در واقع. دوباره می‌ریم جلو. شد دی
فرمون هم برقیه. فرمون برقیه. بله. کلن پس باتری حرف اوله میزنه. دقیقاً. بله. امیدواریم که خیلی زود به سرعت برق و باد این مصوبه تصویب بشه و نگرانی های دوستدارای محیط زیست برطرف بشه، از اینکه خب ما واقعا صنایعمون توی بحث خودروهای دو موتوره یا دو نیرو یا هیبریدی یا برقی ورود نکردن رو دیگه به عینه ببینیم.